بنابر آمار اعلام شده جدیدی که از طرف خود دولت هم بوده، سهم خوراک از حقوق ماهانه در ایران در آذر ماه سال 1402 به 65% افزایش پیدا کرده. درصدی که نشون از تورم بالای کالاهای خوراکی و البته به دنبال اون درد و رنجیه که عموم مردم ایران بر سر سفره هاشون میکشن. همراه میشیم با خانم نرگس غفاری، مدیر رادیو ایراوا از کانادا. سلام به شما و خیلی خوش آمدین به برنامه ما. خانم غفاری، علت این وضعیت و این بحران غذایی که الان در ایران هست چیه؟ سلام میکنم خدمت شما آقای بقایی و بینندگان محترم ایران آزادی از اتاوای خیلی سرد. راستش موضوع فقر غذایی در ایران خب موضوعی بسیار دردناک است. کشوری غنی با شرایط آب و هوایی بسیار خوب در تمام فصول که میتونه کشاورزی بسیار تولید و حتی صادراتی خیلی خوبی داشته باشه، به وسیله مشتی آخوند دوز به این روز افتاده. درباره علت این موزل وحشتناک که میپرسید، میشه از جمله به عدم مدیریت، اختلاس‌های میلیارد دلاری، سرازیر کردن هزاران میلیارد دلار به جیب حماس، حزب الله، حوثی‌های یمن و گروه‌های نیابتی دیگه در منطقه، سرکوب در داخل کشور، افزایش حقوق آخوندها و طلبه‌های حوزه‌های علمیه‌شون و هزار و یک نوع سهم انقلاب دادن به انگل‌های حکومتی اشاره کرد. با این حال در لایحه بودجه 1403 باز هم دولت فشار بیشتری رو بر گرده مردم وارد آورده. روزنامه حکومتی اعتماد در این رابطه نوشته مالیات در نظر گرفته شده 46.1% کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد که تقریبا دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به 50% مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تأمین شود، زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهادها، بنیادها و مؤسساتی که در قسمت تاریک و غیر شفاف بودجه هستند فقط حدود 1% گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آنها اصولاً یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند در حساب‌های فرعی خودشان نگه می‌دارند. اعتماد نتیجه گیری میکنه که مالیات ها متوجه بخش خصوصی و فشاری مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور خواهد بود که قادر به گریز از مالیات نیستند. البته باید اضافه کرد که همین بخش خصوصی رو هم انگلزاده های حکومتی به دست گرفتن و در نهایت مغازه‌داران کوچیک، کارمندان، معلمان و غیره هستند که باید این بار سنگین مالیات 50% روی دوششون قرار بگیره و متحمل این بار سنگین بشن. سهم خوراکی ها از سبد معیشت خانواده ها آیا عدد و رقمی هست ازش از سالهای قبل یا خیر؟ که چطوره که به چه نحوی بوده؟ بله حتما. خب در حال حاضر که یک کارگر با یک خانوار 4 نفره باید 65% از حقوق ماهانش رو برای اقلام خوراکی هزینه بکنه. اینم اضافه کنم که 70% درآمد یک خانوار 4 نفره، یک خانواده 4 نفره صرف اجاره خونشون میشه. اگه اجازه بدید، همونطور که گفتید آمار البته هست، براتون بخونم. این آمار از سبد معیشت استاندارد مصرفی وزارت رفاه در جدول توزیع کالا برگرفته شده. میگه که سهم خوراکی ها در آذر 1399 معادل 53%، یعنی 1,521,000 تومان از 2,902,000 تومان. آذر 1400 معادل 49%، یعنی 2,153,000 تومان از 4,376,000 تومان. آذر 401 معادل 58%، یعنی 3,931,000 تومان از 6,725,000 تومان. و در آذر 402 معادل 65%، یعنی 5,640,000 تومان از 8,587,000 تومان. طبق این جدول خب میزان مصرف ماهانه تنها برخی، نه تمام کالاهای خوراکی رو هم در نظر گرفتن که اینطوری محاسبه کردن برای یک خانوار 4 نفره. گفتن 8 کیلو برنج، 4 کیلو گوشت، 8 کیلو مرغ، 4 کیلو تخم مرغ، 3 کیلو 200 گرم روغن، 4 کیلو 800 گرم حبوبات، 2 کیلو قند و شکر، 12 کیلو شیر،
2 کیلو و 800 گرم ماکارونی، 10 کیلو ماست و 1 کیلو و 600 گرم پنیر. خب خیلی هم خوب، ولی با تخم مرغ کیلوی 9000 تومن آیا کسی پاسخگو خواهد بود که مردم باید چطور زندگی کنن؟ تازه میوه و سبزیجات هم که نیازهای بدن انسان هستند و حتی پوشاک رو چگونه باید تأمین کرد؟ از طرف دیگه عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم رسمی هم باعث میشه که سهم خوراک از حقوق ماهانه بیشتر و بیشتر بشه. میدونید که طبق قانون اساسی حکومت آخوندها حداقل دستمزد باید متناسب باشه با نرخ تورم، ولی در حال حاضر اصلا اینطوری نیست. بر این فاجعه باید این رو هم اضافه کنیم که نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از اون تورمی است که حکومت آخوندها میده. حالا ببینید که واقعا چه ظلمی در حق اقشار کم درآمد میشه این وسط. بله. بله. خانم غفاری، سوال آخرم، خانواده ها در ایران عموما یا کارگر هستند یا کارمند، یعنی منظورمه که یک میزان مشخصی ماهانه درآمد دارند که تغییری هم نمیکنه در طول سال. حالا اگه مثلا بگیم سال آینده اضافه میشه اونو در نظر بگیریم، ولی در طول سال به هر حال یک عدد مشخصی دارن که باید یک میزان بسیار زیادی هم همون که الان شما اشاره کردین 65% رو برای خرید مواد خوراکی اختصاص بدند، که البته حالا حرفم اینه که ماهانه این هرچند درآمد ثابته ولی این تورم که ثابت نیست، روزانه داره عوض میشه، یعنی 65% ماه آینده یه چیز دیگه است و فشار بسیار زیادی هم به خانواده ها تحمیل میکنه. سوالم اینه که این وضعیت چه تأثیری بر جامعه ایران و روی مردم ایران داره؟ بله دقیقا همینه که شما میگید. والا من حقیقتش نمیدونم مردم چطوری به طور روزانه وعده های غذاییشون رو با این گرونی افسار گسیخته تأمین میکنن. واقعا سخته تصورش. یک آخونده در فضای مجازی تعریف میکرد که نمیدونم حالا خودش بوده یا یک نفر دیگه، متوجه نشدم درست، البته بنا به ماهیت آخوندها خودش نمیتونه باشه چون آخوند اصلا اهل کمک به دیگران نیست. به هر حال یک گوشت نظری رو برای همسایه ها میبرن که پدر یکی از این همسایه ها رد میکنه و میگه ما گوشت نمیخوریم. ازش میپرسن چرا، میگه که اون پدر جواب داده که من خانوادم رو عادت دادم گوشت نخورن، اگه الان از شما گوشت بگیرم و دوباره به این ماده عادت بکنن من نمیتونم هزینه گوشت خانوادم رو تامین بکنم. بدون شک فشاری که رژیم روی مردم تحمیل میکنه به شعله های آتشی تبدیل میشن که دودمان این حکومت آخوندها رو میسوزونه و نابود میکنه، و اگر چنین نباشه باید هم شک کرد و هم تعجب. از نعمات ولایت مطلقه فقیه که این روزها زبان خدا هم شده کارتون خوابی، کودک کار، قبر خوابی و تبدیل شدن زورگیری به عنوان شغل به وفور دیده میشه و مردم برای سیر کردن شکم خودشون تا کمر خم میشن توی این سطرهای زباله. در نتیجه فشار مضاعف و تأثیری که سوال شما مطرح کردید خب باعث فقر بیشتر میشه، بیخانمانی بیشتر، بحران سوء تغذیه به خصوص برای کودکان و متاسفانه خودکشی های بیشتری خواهد بود من فکر میکنم. بله بسیار عالی. خانم غفاری ازتون سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین در برنامه ما شرکت کردین، اطلاعاتی که به ما دادین و توضیحات کاملتون، هرچند که بسیار بعضی از نقاطش، بعضی از اعداد و ارقامی که گفتین واقعا دردناک هست و وضعیت دیدن وضعیت اقتصادی مردم ایران. ممنون که با ما بودین، تشکر میکنم ازتون. خواهش میکنم، ممنون از دعوتتون و واقعا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بله خدا نگهدار. اجازهتون.